یکمین روز بهمن ماه برابر با 21 ژانویه سال 1343 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، ترور حسن علی منصور توسط بخارایی عضو هیئت مؤتلفه اسلامی. حسن علی منصور فرزند علی منصور در تهران به دنیا آمد و پس از پایان دوران تحصیل و اخذ مدرک لیسانس حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. وی کم کم مدارج ترقی را طی کرد و پس از ورود به مجلس شورای ملی و سنا، حزب ایران نوین را تأسیس نمود و پس از امیر اسدالله علم به مقام نخست وزیری دست یافت. وی در ساعت 10 صبح، هنگامی که قصد پیاده شدن از اتومبیلش در جلوی درب ورودی مجلس شورای ملی را داشت، هدف گلوله محمد بخارایی از اعضای شاخه تروریستی هیئت مؤتلفه اسلامی و از نزدیکان مشتبه میرلوهی معروف به نواب صفوی قرار گرفت. حسن علی منصور پس از چند روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ و پس از چند عمل جراحی در بیمارستان پارس تهران درگذشت و پیکرش را با تشریفات مخصوص در آرامگاه رضا شاه در شهر ری دفن کردند. سال 1353 خورشیدی برابر با 1975 میلادی، درگذشت محمد غریب، بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران و از بنیانگذاران بیمارستان مرکز طبی کودکان که در تهران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در دارالفنون مشغول تحصیل گردید. وی در زمره اولین گروه دانشجویان ایرانی بود که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفتند و در پایان سال اول در فرانسه موفق به دریافت جایزه لابراتوار تشریح دانشگاه پزشکی شد. او نخستین ایرانی بود که توانست در کنکور انترنی بیمارستان پاریس موفق شود. دکتر غریب به پاس خدمات چشمگیر علمی به دریافت نشان دانش از دانشگاه تهران و نشان درجه اول فرهنگ از وزارت آموزش و پرورش و نشان عالی لژیون دونور از دولت فرانسه نائل گشت. وی ابتدا در بیمارستان رازی به اداره بخش اطفال مشغول شد و بعد از آن به بیمارستان هزار تخت خوابی رفت و در آنجا بخش اطفال را دایر کرد و کتاب بیماری های کودکان را به چاپ رسانید و چندی بعد با همکاری دکتر حسن احری آن را با اصلاحات جدید تجدید چاپ نمود. او اولین تعویض خون را در ایران انجام داد و از بنیانگذاران انتقال خون در ایران بود. سال 1365 خورشیدی برابر با 1987 میلادی، در گذشت ابراهیم بوذری، موسیقیدان، خطاط و ادیب معاصر که در طالقان به دنیا آمد و پس از فرا گرفتن علوم مرسوم زمان مانند ادبیات فارسی و عربی و فقه و اصول به مطالعه رشته قضا پرداخت و پس از مدتی وارد عرصه خوشنویسی گردید و از استاد عماد طاهری، استاد عبدالحمید ملک کلامی بهره برد.